رفقا سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم عالی باشید. خوش آمدید به کانال فوتبالی ما. ما اومدیم با یه ویدئوی جنجالی دیگه. تو این ویدئو میخوایم پرونده فساد تاج رو ورق بزنیم. فقط لطفاً وقتی من دارم دونه دونه اتهام تاج رو میخونم، شما هم اونا رو بشمارید. قطعاً مثل من شگفت‌زده میشید که چطور یه آدم تو این مملکت با این همه فساد دوباره پست گرفت و داره راحت کار میکنه. من که نتونستم بشمارم اتهاماتشو، اینقدر که زیاد بود. شما اگه تونستید بشماری، با من تا انتها همراه باشید. خب بریم سراغ پرونده ویژه‌مون. میخوایم بررسی کنیم فهرستی از اتهامات مرتبط با مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال کشورمون، و اونو با شما به اشتراک بذارم. طبق اسناد به دست اومده، دادستان تهران تو تاریخ 2 شهریور 401، یعنی 6 روز قبل از اینکه انتخابات فدراسیون فوتبال برگزار بشه، طی یه نامه رسمی اعلام کرده برای 3 مدیر فوتبالی در دادسرای تهران پرونده قضایی تشکیل شده که یکی از اونها آقای مهدی تاج. غیر فوتبالی نیست. حالی مالی هیچ. 3 پرونده فوتبالی. این پرونده ها بخشیش بر اساس اساسنامه فدراسیون فوتبال که ما به فیفا و اف‌سی دادیم تصمیم بوده که منازعات و تخلفات و گزارشات فوتبالی رو در ارکان فوتبالی رسیدگی بشه، ارکان قضایی فوتبال. منطقه به هر جهت بعض از دوستان 3 تا پرونده، یکیش مربوط به کارگیری 2 نفر بازنشسته است که ما متهمیم به این که عدم استفاده قوانین رو انجام دادیم، یکیش آقای بهاروند، یکیش آقای ساکت. چه این در اون ما متهمیم به همه ما متهمیم به اعمال نفوذ، به این که منافع کشور را ندیدیم، تخفیف غیر عادی دادیم. این پرونده با توجه به که من تعقیب خورده بوده، بازرسی اعتراض کرده، طلب دادرسی شده و دوباره رفته در همون شعبه داره رسیدگی میشه. اگر براعت داد مثل قبلی چه قبل مراد، اگر نداد در شعبه تجدید نظر قابل رسیدگی است. پرونده سوم پرونده ویلموسه که تحت عنوان فساد ویلموس مطرحه، یعنی اسم ما هر جایی میاد و اعضای هیئت رئیسمون اصلا میگن فساد ویلموس، هیچکی نمیگه پرونده ویلموس و کاملا دیگه عجین شده با فساد. طبق این گزارش برای مهدی تاج به اتهامات سوء استفاده از موقعیت شغلی، استفاده از اوراق مجعول، صدور گزارش خلاف واقع و شروع به جعل و تزویر، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، به کارگیری حیدر بهاروند در سازمان لیگ برتر فوتبال برخلاف قانون منع به کارگیری بازنشستگان، تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی، تصرف غیرمجاز در منابع مالی، منظورش مطالبات فدراسیون از شرکت‌های طرف قرار و اهمال منتهی به تضییع وجوه عمومی به میزان، این عدد رو یادتون باشه، به میزان 4514 میلیارد 47245 میلیارد و 10 میلیون یورو تضییع اموال وجود دولتی، اخلال در نظام پولی و ارزی کشور، کلاهبرداری، گزارش خلاف واقع، تبانی در معاملات دولتی، جعل در سند رسمی و به کارگیری سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال، منظورش ویلموتسه، پرونده قضایی در دادسرای تهران تشکیل شد. نفسم گرفت واقعا. اصلا باورم نمیشه این همه اتهام برای یه همچین آدمی و چجوری این آدم داره راست میچرخه. عجیبه واقعا. تریلی هم نمیکشه این همه اتهامو. آقای تاج، خدا وکیلی اینا رو همه رو خودت انجام، تنهایی انجام بدی؟ واقعا چجوری فکر رسیده؟ چه مغزی داری تو؟ البته قطعا تاج تنهایی این اتهاماتو انجام نداده، با یه دار و دسته ای داره، بالاخره یه بدرسونی با هم دارن اینا رو انجام دادن. ولی خب اگه عدالتی باشه باید دومشو بگیرن و بندازنش بیرون، تازه ببرن محاکمش هم بکنن و باید جواب بده. واقعا این اتهامات برای یه شخص معمولی توی کشور ما، اگه یه شخص معمولی بیاد این کار رو بکنه، این اتهامات بهش بچسبه، قطعا اعدام میشه. اما تو این لحظه شاهدیم که هیچ اتفاقی نیفتاده و نمیدونم با این همه اتهام چجوری همچین آدمی دوباره رئیس فدراسیون شده. تاج که قطعا از حمایت افراد مهم بهره برده که دوباره تونسته به صندلی ریاست فدراسیون فوتبال بشینه، باید جوابگوی این همه فساد باشه. اما الله اعلم، نمیدونیم موقعش کی باشه. الانم که بعد یه ماه عملی که داشته تو بیمارستان بوده، ایشون لطف کردن، منت گذاشتن، تازه تشریف آوردن، با آقای دنیا مالی جلسه ای داشتن وزیر ورزش و تشریف آوردن فدراسیون با واکر.
بعد یه ما مرخصی، بعد این همه اتفاقات عجیب غریب که تو فدراسیون افتاده، از اون فوت هوادار ملوانی و از اون افتضاحات توی فوتبال و از این ورزشگاه های داغون و فشلمون گرفته که آبرومونم رفت، من نمیدونم چجوری میخواید اینا درست بکنم. واقعا دیگه چیزی از آبروی فوتبال این مملکت باقی نمونده با وجود افراد فاسدی مثل آقای تاج. امیدواریم که تو انتخابات ریاست فدراسیونی که تو اسفند برگزار میشه یه فرد لایق‌تر، فرد به نظر من فرد لایقی نداریم، ولی یه فردی که بتونه در واقع کمکی به این فوتبال بکنه جانشین این آقا بشه و ایشون دور دستشون جمع کنن و برن پیکارشون.